سلام دکتر پیجان خیلی هستم مسئله سمسر هفتمه تو مالجبی و موضوع مربط بحث برای شما انتم روز انتخاب کردیم که راجع به شبه یادگیری هست چطور می توانیم که در وقت کوتا مطالب بیشتر را یاد بگیریم بر می گریم به این که شبه یادگیری و یا هم از لحاظ میموری و یا محافظه به چند بخش تقسیم شده اول باید بفهمیم و یا کنیم حافظه شامل دو بخش است که حافظه کوتاتی کوتا, کوتا مدت است و حافظه طویل مدت است که شارت تایم میموری هست و لانگ تایم میموری هست مبحث انتقال دادن اطلاعات به شارت تایم و لانگ تایم فرق میکنه حال به این میپردازیم که حافظه مدت یعنی چی کدام مطالب مطالب و یا هم اطلاعاتی که به این انتقال میکنه استیجا گرفتن از دزی هفت خانه هست گنجایش هفت موضوع همزمان داره و انتقال از این به حافظه طولانی مدت نیازمند به تجارب و تکرار کردن موضوع اصلی هست انتقال دادن موضوعات که شامل مبحث مسئولین می باشه از دانش آموزا می باشه این را ما زمان می که به حافظه طولانی مدت تغییر انتقال بدیم که بیشتر پرکتیس داشته باشیم بیشتر ما کوشش کنیم برای انتقال بدیم نارشمندان همروزی روش های دیگه شاخص های دیگه هم بر خاطر تقویت حافظه آماده کردن دانشمندان های غربی هست و دانشمندان اسلامی هست که دانشمندان اسلامی دو شاخصه معرفی میکنن به تمام ماسلین که یکی نماز خواندن است که حافظه را می بخشه دیگر هم خوان به خوانش گرفتن قرآن دیدشان و دانشمندان غربی پنج مرحل است میگن که ما باید به شکل فسه و هم سره اول مطلب بخوانیم به خوانش بگیریم که چی هست به شاخص دومش که تقسیم کردن هو هست که بعد از مطلبی که ما به خوانش گرفتیم از او باید سوال طرح شود که معسل و هم دانش آموز بفهمه که چی هست بالا چی ما صحبت میکنم مورد سیوم از او سوال کردن و بعد از سوال کردن عمیق مطالعه کردن است مطالعه جرف است که بالای خود موضوع محصول های دانش آموز فکر می که ما چی را خواندم چی بود و کلام نکات مهم بود او را شارت میکنه به خود و مبحث چهار مشکه هسته جنبنی تمام موضوعات است یعنی ما چی را خواندم چی را برداشت کردم و با کام شبه باید باشه مرور کلیش مبحث پنجمش است